درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید خرابکاری در زیرساخت‌های راه آهن فرانسه در آستانه المپیک توسط ایران طراحی و اجرا شده است. کامالا هاریس بنیامین نتانیاهو را برای توافق آتش‌بس غزه تحت فشار قرار داد. دونالد ترامپ گفت اگر ایران رئیس جمهور ترامپ را ترور کند امیدوارم که آمریکا ایران را از روی زمین محو کند. باراک اوباما و همسرش از کامالا هاریس حمایت کردند. آمریکا برای یافتن یک هکر اهل کره شمالی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. پلیس فدرال آمریکا دو رئیس بزرگترین کارتل مواد مخدر مکزیک را در تگزاس بازداشت کرد. یکی از رهبران گروه حماس که در اسرائیل در بازداشت به سر می برد درگذشت. اتحادیه اروپا 1.5 میلیارد یورو درآمد حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه را به اوکراین منتقل می کند. و ملانیا ترامپ به زودی کتاب خاطرات خود را روانه بازار خواهد کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 26 جولای 2024 میلادی برابر است با 5 مرداد سال 1403 خورشیدی. محمد رضا شاه پهلوی نزدیک به نیم قرن پیش از ایران رفت و 44 سال پیش در تبعید درگذشت. با این حال در تمام این سالها جای مهمی در خاطره تاریخی ایرانیان داشته است. به همین مناسبت عده‌ای از هموطنان امروز جمعه 5 مرداد در سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی بر سر مزار وی در مصر گرد هم آمده و یاد او را گرامی داشتند. یسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه 5 مرداد با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس گفت خرابکاری در زیرساخت‌های راه آهن فرانسه در آستانه المپیک پاریس تحت تأثیر محور شرارت ایران و اسلام افراطی طراحی و اجرا شد. کاس افزود در روزهای گذشته به همتای فرانسوی خود هشدار داده که بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی حملات تروریستی علیه کاروان اسرائیل و تمامی شرکت کنندگان در المپیک است. او در این پیام خواستار افزایش انجام اقدامات پیشگیرانه بیشتر برای خنثا کردن توطئه حکومت ایران شد و افزود جهان آزاد باید پیش از آن که خیلی دیر شود جلوی جمهوری اسلامی را بگیرد. همزمان یک خبرگزاری ورزشی فرانسوی امروز جمعه گزارش داد که پلیس فرانسه تحقیقات درباره تهدیدها علیه اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را آغاز کرده است. به گزارش این خبرگزاری یک کاربر ناشناس رسانه اجتماعی ایکس خواستار حمله به اسحاق هرزوگ در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک شده است. شرکت ملی راه آهن فرانسه امروز جمعه هشدار داد که شبکه پرسرعت قطارهای این کشور تحت تاثیر اقدامات خرابکارانه از جمله آتش سوزی قرار گرفته که منجر به اختلال در برخی از خطوط راه آهن آن هم چند ساعت قبل از مراسم افتتاحیه المپیک 2024 پاریس شده است. یک منبع مطلع در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت که این حملات و اقدامات هماهنگ خرابکاری بوده و برنامه سفر 10,000 تن تاثیر منفی گذاشته است. شرکت ملی راه آهن فرانسه هم به خبرگزاری فرانسه گفت که این یک حمله گسترده در مقیاس بزرگ برای فلج کردن شبکه قطارهای سری و سیر است و حرکت قطارها در بسیاری از مسیرها باید لغو شوند. این شرکت گفت که این وضع تا روز یک شنبه 7 مرداد برای انجام تعمیرات ادامه خواهد داشت. شرکت ملی راه آهن فرانسه از مسافران خواسته که سفرهای خود را به تعویق بیاندازند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس دادستانی پاریس ضمن آغاز تحقیقات اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخریب اموال که تهدید کننده منافع مردم باشد را دارد. بر این اساس عاملان این حملات می توانند به 15 تا 20 سال زندان و نیز 150,000 تا 225,000 یورو جریمه مجازات شوند.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای کمک به دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه تحت فشار قرار داد و لحنی سخت‌تر از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گرفت. نتانیاهو روز دوشنبه وارد واشنگتن شد. او بعد از سخنرانی در کنگره روز پنجشنبه ابتدا با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد و سپس به دیدار هریس رفت. هریس بعد از گفتگوی رو در رو با نتانیاهو در بیانیه تلویزیونی گفت زمان پایان یافتن جنگ غزه فرا رسیده. او گفت ما نمیتوانیم به خود اجازه بدهیم که در برابر رنج مردم غزه بی‌اعتنا باشیم و من ساکت نخواهم شد. پیش از دیدار هریس با نتانیاهو، جو بایدن با نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد و به او گفت که باید شکاف‌ها را برای دستیابی به آتش‌بس در غزه از میان بردارد و موانع موجود در جریان کمک‌های ارسالی به غزه را برطرف کند. روز پنجشنبه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در یک پست در شبکه اجتماعی خود به خبر تهدید جانی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی علیه خود واکنش نشان داد. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به جمهوری اسلامی ایران نوشت اگر آنها رئیس جمهور ترامپ را ترور کنند که همیشه چنین احتمالی هست، امیدوارم که آمریکا ایران را نابود کند و از روی زمین محو کند. اگر این اتفاق نیفتد، رهبران آمریکا بزدل و بی‌جرأت محسوب خواهند شد. دونالد ترامپ این اظهارات را در حاشیه پخش یک ویدیوی کوتاه توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا در مورد همین خبر تهدید احتمالی جانی علیه او بیان کرد. نتانیاهو روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی داشت و در ویدیوی خود به این طرح احتمالی هم اشاره کرد. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گزارش دادند که سرویس مخفی ایالات متحده بعد از اطلاع مقامات آن کشور از طرح ایران برای کشتن ترامپ چند هفته پیش امنیت دونالد ترامپ را افزایش داده بود، اگرچه این طرح به تلاش اخیر برای سوء قصد به جان او توسط یک جوان 20 ساله آمریکایی مرتبط نبوده است. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه پنجم مرداد با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و صدور و اجرای احکام اعدام به خصوص برای زنان زندانی خواستار توقف اعدام ها در ایران شد. به همچنین خواستار پایان یافتن تبعیض 46 ساله در نظام حاکم شد. مولوی عبدالحمید با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و مدنی زن و مرد در کشور به مسئولان نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توصیه کرد که بازداشت ها را متوقف کنند و به فعالان سیاسی اجازه بدهند که کار سیاسیشان را انجام بدهند. امام جمعه اهل سنت زاهدان به صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی در هفته‌های گذشته هم اشاره کرد و گفت اعدام را متوقف کنید، به خصوص اعدام برای زنان دردآور است، اعدام نقصان دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران در نشستی با عنوان همایش سپاس با حضور فعالان ستاد مرکزی خود گفت اگر حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود، این اتفاقات شکل نمی گرفت و این آگاهی و درایت رهبری بود که اجازه نداد یک عده همچنان مداخله کنند و نگذارند که این صحنه ها به وجود بیاید. او با اشاره به حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت من باید جوابگو باشم، نباید امید این مردم را به ناامیدی تبدیل کرد و نباید کاری کنیم که آنها هم احساس کنند که ما هم به آنها دروغ گفتیم. ما دروغ نخواهیم گفت، ما صادق خواهیم بود. پزشکیان اصلاحات را دفاع از فرد و گروه و جناح خاصی ندانست و افزود که اصلاحات یعنی راهی را برویم که انصاف و عدالت در همه کشور مستقر شود. به افزود که راه استقرار اصلاحات این است که دست به دست هم بدهیم و انصاف و حق را رعایت کنیم، به نخبگان، تولید کنندگان و کاربلدها میدان بدهیم. قرار است که روز یک شنبه هفتم مرداد 28 جولای علی خامنه ای رسما حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را امضا کند. برنامه برنامه‌نویسان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سر
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های دادخواه در ایران، برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در جریان خیزش انقلابی در مشهد، قرار بازداشت یک ماه صادر و از ملاقات خانواده با او در زندان قوچان جلوگیری شده است. گلی حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده، در یک استوری اینستاگرامی خبر داد که برای دیدار همسرش که در بازداشت به سر می‌برد رفته، اما موفق به ملاقات با او نشده است. علی آدینه‌زاده روز سوم مرداد بعد از احضار به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوچان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. این پدر دادخواه روز 31 تیر ماه با دریافت ابلاغیه‌ای بابت اتهامات نشر اکاذیب، تشویق اذهان عمومی و ببخشید تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دادسرا احضار شد. انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سفیده رشنو، نویسنده معترض به حجاب اجباری، با موضوع ادبیات مبارزه، از نویسندگان سراسر جهان خواست که درباره وضعیت خانم رشنو و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی هستند صحبت کنند. در متنی که این نویسنده در اختیار انجمن قلم گذاشته، آمده که در رژیم توتالیتاری مانند جمهوری اسلامی، ادبیات مبارزه گاهی روایتی ساده است. در چنین رژیم‌هایی که رسانه‌ها، مطبوعات و کتاب‌ها همیشه سانسور می‌شوند تا تصویری نادرست به عنوان حقیقت ارائه کنند، روایت‌ها نقش مهمی در مبارزه این روزها دارند. خانم رشنو در متن خود افزوده، جمهوری اسلامی مانند هر رژیم توتالیتار دیگر از راویان به شدت می‌هراسد و چه بسا بیشتر از مبارزانی هراس دارد که روایت می‌کنند. روایت خط قرمزی را برای همه این دروغ‌ها ترسیم می‌کنند، به ویژه در رژیمی که ناپدید شدن و زندانی شدن مخالفان را انکار می‌کند. روایت همیشه بخشی از مبارزه است و راوی یک مبارز است. روایت یک نی بزرگ به دروغ است، یک نی بزرگ به سکوت. نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی امروز جمعه مانع ورود خانواده‌های زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 به گورستان خاوران برای گرامی داشت یاد اعدام شدگان شدند. به گزارش کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه و برابری، خانواده ها قصد داشتند که ضمن گرامی داشت یاد عزیزان خود در گلزار خاوران، مزار آنها را گلباران کنند، اما ماموران در ورودی خاوران را بستند و اجازه ورود به آنها را ندادند. و
بر اساس این گزارش، روند آزار و اذیت خانواده‌های خاوران در بیش از 40 سال گذشته به شیوه‌های گوناگون ادامه داشته است. باراک اوباما از کامالا هاریس به عنوان کنونی رئیس جمهوری آمریکا برای نامزدی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و به روزها گمانه‌زنی در این مورد پایان داد. اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا و میشل اوباما بانوی اول سابق در بیانیه مشترکی گفتند که به اعتقاد آنها خانم هاریس بینش، شخصیت و قدرتی دارد که در این لحظه حساس می‌طلبد. خانواده اوباما در بیانیه امروز جمعه با ابراز شور و شوق فراوان خود برای تایید خانم هاریس متحد شدند که هر کاری را که می‌توانند برای انتخاب او انجام بدهند. منابع آمریکایی و عراقی اعلام کردند که اواخر روز پنجشنبه 4 مرداد چند راکت به پایگاه هوایی الاسد عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است پرتاب شد، اما خسارات یا تلفاتی گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام آمریکایی گفتند که راکت‌ها به پایگاه الاسد اصابت نکردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این همه، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در گذشته حملاتی را به این پایگاه انجام دادند. این حمله راکتی 2 روز بعد از نشست وزیران دفاع ایالات متحده و عراق در واشنگتن انجام شده است. یک عامل اطلاعاتی ارتش کره شمالی به توطئه برای هک کردن بیمارستان‌ها، ناسا و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده متهم شد و دولت آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای ردیابی او تعیین کرد. کسی که مقدمات سرقت بیش از 17 گیگابایت اطلاعات از ناسا را فراهم کرده است. همزمان یک گروه مشورتی مشترک آمریکا، کره جنوبی و انگلیس اعلام کرد که هکرهای وابسته به سازمان اطلاعاتی کره شمالی به نهادهای بهداشتی، نظامی و صنعتی در این 3 کشور و همچنین هند و ژاپن حمله کردند. فرد تحت پیگرد دولت آمریکا ریم جونگ هیوک معرفی شده که متهم است که در بخش اطلاعات نظامی کره شمالی در پیونگ‌یانگ کار می‌کرده است. ماموران پلیس فدرال آمریکا در شهر الپاسو تگزاس، اسماعیل ال مایو زامبادا رئیس کارتل سینالوای مکزیک را که از بزرگترین باندهای مواد مخدر جهان است بازداشت کردند. آنطور که وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد، علاوه بر زامبادا، خواکین گوزمان لوپز، پسر ال چاپو گوزمان که در حال حاضر در آمریکا زندانی است، هم در عملیات پلیس بازداشت شده است. زامبادا که 76 ساله است، سالها پیش کارتل سینالوا را با مشارکت ال چاپو گوزمان به راه انداخت. او سالها از سوی دولت ایالات متحده تحت تعقیب بود و چندین کیفر خاص از 2 دهه قبل علیه او در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده بود. این بازداشت یک پیروزی بزرگ برای سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی ایالات متحده به حساب می‌آید که سال‌ها به دنبال بازداشت رؤسای کارتل سینالوای مکزیک بودند. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین امروز جمعه اعلام کردند که یکی از رهبران گروه حماس در کرانه باختری که در اسرائیل در بازداشت به سر می برد در پی وخامت وضعیت جسمانی درگذشته است. کمیسیون امور بازداشت شدگان تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای گفت مصطفی محمد ابو اره 63 ساله بعد از انتقال از زندان رامون در جنوب اسرائیل به یک بیمارستان جان خود را از دست داده است. در این بیانیه آمده که او قبل از دستگیری از مشکلات جدی سلامتی رنج می‌برد و نیاز مبرم به خدمات پزشکی داشت. این سازمان اسرائیل را متهم ساخته که از زمان آغاز جنگ با حماس و دستگیری ابو اره وی را آمدانه شکنجه کرده و گرسنگی داده است. همزمان گروه حماس هم با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که مصطفی ابو اره قربانی یک قتل آهسته بوده و مقامات زندان اسرائیل از ارائه خدمات پزشکی به او برای یک بیماری مزمن نامشخص خودداری کردند. این گروه شبه نظامی از حامیان خود خواست که به تلافی مرگ مصطفی ابو اره حملات خشونت‌آمیزی را علیه سربازان و شهرک نشینان اسرائیلی انجام بدهند و انتقام خون او را بگیرند. برنامه مشمول بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me.
even gave me a cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling SAM was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال می‌کنیم. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، امروز جمعه گفت که اتحادیه اروپا 1.5 میلیارد یورو درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین منتقل خواهد کرد. بعد از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، کشورهای غربی حدود 300 میلیارد دلار دارایی‌های مستقل روسیه را مسدود کردند. ماه گذشته گروه 7 و اتحادیه اروپا توافق کردند که از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان بخشی از وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین استفاده شود تا به دفاع این کشور در برابر تهاجم مسکو کمک کند. روسیه همزمان اعلام کرد که در صورت اجرای این توافق اقدام قانونی در این زمینه انجام خواهد داد. ملانیا ترامپ، بانوی اول سابق ایالات متحده، کتاب خاطرات خود را با عنوان ملانیا در دست انتشار دارد که قرار است پاییز این سال وارد بازار شود. دفتر ملانیا ترامپ این کتاب را روایتی قدرتمند و الهام بخش از بانوی توصیف کرده که ضمن هموار کردن مسیر پیش روی خود و غلبه بر مشکلات در ناملایمات، تعریف جدیدی از برتری شخصی ارائه داده است. نخستین کتاب خاطرات ملانیا ترامپ در حالی منتشر می شود که او عمدتاً در کازار انتخاباتی همسرش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، برای بازگشت به کاخ سفید غایب بوده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.